بر تک تک شما عزیزان بیننده که مجله زن رو نگاه می کنید نازنین هستم و در خدمتون هستم با یه برنامه دیگه و خیلی خوشحالم که اجازه دادیم وارد منزل تو بشم ما در این سری برنامه ها راجع به جنگ روحانی صحبت می و شاید شما بپرسید چرا جنگ چون در این دنیا ما مسیحیان داریم برخلاف آب داریم شنا میکنیم و این شنا یه جنگیه با اون موج دنیا که داره به طرف ما میاد در این دنیا در این تلاتون میبینیم که چقدر حتی برنامه های تلویزیونی حتی رادیو و اخبارها و چیزهایی که میشنویم همش ما رو سوق میده به گناه سوق میده به امیال انسانی به کارهای دنیاوی که ما مسیحیان نباید با اون چیزها دخالت کنیم و می‌بینیم که حتی هنرپیشه ها و افراد سرشناس چه گناههایی هایی میکنن و با افتخار میان جلوی دوربین میگن که ما این گناه ها کردیم یا این کار زشت رو ما انجام دادیم و انگار دیگه خیلی عادی شده در این روزها گناه خیلی عادی شده برای مردم و حتی تبلیغش رو انجام میدن پس ما در جنگ هستیم ما باید با این چیزها بجنگیم ما نمیتونیم هم شکل این جهان بشیم چون کلام خدا دستور خداوند اینه که با این چیزها ما بجنگیم و در افسوسیان ما خوندیم در این آیه میگه که زره کاملی که که خدا برای شما تهیه کرده بپوشید پس این زره خدا تهیه کرده چون میدونه که ما به این ذره احتیاج داریم تو این دنیا و تو این زندگی زمینی چون وطن ما اینجا نیست ما از آن این دنیا نیستیم وطن ما آسمانه جایی که خدای پدر اونجا نشسته جایی که سلامتی و آرامش و شادی از اونجا میاد وطن ما آسمانه و اینجا باید این تمرین رو بکنیم چون ابدیت رو میخواییم در آسمان سپری کنیم پس میگه زره کاملی که خدا برای شما تهیه دیده اون را بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی کنید بیستید در مقابل ابلیس باید ایستاد و ایستادن کار سختیه وقتی خسته ای وقتی پاهات سست میشه ضعف میکنی میخوای بشینی بیفتی ولی میگه بی ایستادگی کنید زیرا جنگ ما با انسان ها نیست اشتباه نکنید ما با انسان نمی جنگیم نمیتونیم با انسان انسانی به جنگیم بلکه ما علیه فرمان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان بر این چیزها در جنگ هستیم با این چیزها می جنگیم از این جهت شما باید زره کاملی که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریع در برابر حمله های دشمن تا به مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمونید کلام خدا خیلی زیبا داره میگه میگه این روزها شریره و شیطان مثل یک شیر قرآن وایساده منتظر فرصته که بیاد ببلعه بیاد شما رو خراب کنه مشکلات بندازه سر راهتون وضعیت زندگیتون رو از هم بپاشه و خراب کنه این کار دشمنه کار دشمن اینه کار شیطان ایه که بدزده بکشه هلاک کنه نابود کنه از بین ببره کار شیطانه ولی کار خدای ما کار عیسی مسیح که اومد جانش رو روی صلیب داد کار عیسی مسیح اینه که به ما حیات بده و اون حیات رو هرچه بیشتر هرچه افسونتر یعنی هرچه پرمعناتر این حیات رو به من و شما عطا کنه و این حیات آسمانی و این حیات پرمعنی رو ما نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه در این جنگ در این نبرد ما بجنگیم اما پیروزیم همطور که قبلا گفتم ما پیروزیم پیروزی از آن ماست خدا ما رو پیروز کرده پیروزی رو 2000 سال پیش روی صلیب به ما داده ما پیروز هستیم فقط این جنگ رو باید انجام بدیم پس پایداری کنید و کمربند حقیقت رو به کمر ببندید و جوشن نیکی را به کنید ما دفعه قبل راجع کمربند راستی صحبت کردیم گفتیم که کمربند چیزیه که دور کمرتون میبندین و اون زره رو اون کمربنده که اون زره رو به تن نگه میداره و اون راستیه در راستی زندگی کردن چون شیطان پدر دروغگویان هستش و در راستی ما باید بیستیم و اینجا اسلحه دیگه ای که داریم نه اسلحه زره دیگه ای که داریم جوشن عدالته یا جوشن نیکیه یا اون جلیقه ای هست که سربازان می پوشن تا ضد گلوله است تا گلوله وارد نشه و می بینیم که این جوشن قلب ما رو می پوشونه محافظ قلب ماست و میگه جوشن عدالت چون هر ناپاکی هر بدی از این قلب ما نشعت میگیره و اینجا عدالت به معنای منصفانه رفتار کردن نسبت به دیگران از ضعیفان حمایت کردن نیکویی و فروتنی کردن میتونه خوشرفتاری کردن با دیگران متحمل و احترام گذاشتن و خیلی چیزهای دیگه عدالت یعنی انصاف وقتی میگیم که ایسای مسیح اون داور عادل هستش یعنی اینکه عیسی مسیح کسیه که منصفانه داوری میکنه داوری او به حق هستش یعنی ایسای مسیح عادله پس اینجا ما باید این عدالت رو که عیسی مسیح بپوشیم این عدالت رو بتن کنیم تا از قلبمون حفاظت کنیم میبینیم که در جایی عیسی مسیح وقتی ازش فریسیان پرسیدن که آیا جایز هست طلاق گرفته بشه چون موسی با یک ورق طلاقنامه زنش رو طلاق میداد شما چی میگی؟ از ایسای مسیح پرسیدن ایسای مسیح گفت به خاطر سنگدلی شما بود ما انسان ها سنگدل هستیم به خاطر سنگ دلیمون به خاطر اینکه نمیخوایم از خودگذشتگی نشون بدیم نمیخوایم با همسرمون زندگی کنیم میگیم طلاق میگیرم تو رو نمیخوام چرا چون نمیخوام احتیاج تو برآورده کنم نمیخوام حرفاتو گوش کنم نمیخوام محبتت کنم نمیخوام بهت احترام بگذارم چون قلب ما سنگه قلب ما تاریکه گرفته است و اینجا میگه که جوشن عدالت را بپوشید یا جوشن نیکی را بپوشید با این حفاظ که قلب ما رو محافظت میکنه با این جلیقه ما میتونیم که عادل و منصفانه و با محبت باشیم آیه قشنگی هست در کلام خدا در حزقیال باب سی و شیش. این آیه 26 و میگه میگه دلی تازه به شما خواهم داد چون این عهد عتیقه و هنوز عیسی مسیح روی صلیب نیامده بود که جانش رو بده تا من و شما بتونیم قلبی تازه داشته باشیم میگه دلی تازه به شما خواهم داد و روح تازه در شما خواهم گذاشت و دل سنگی را همون سنگ دلی که موسا به اشاره میکنه که شما سنگ دلید اون دل سنگری را از شما بیرون میکنه و دلی گوشتین به شما خواهم داد و میگه روح خودم روح خود ایسای مسیح رو در اندرون شما خواهم نهاد و شما را پیرو قوانین خود خواهم ساخت یعنی شریعتش رو رو قلبهای ما می شریعتش رو در قلبهای ما حک می‌کنه تا با دقت دستورات مرا به جا آورید چقدر زیباست یعنی خود خداوند وقتی اینجا میگه جوشن عدالت رو بتن کنید قدرتش هم به ما میده میگه من میام این دل شما سنگه این دل شما خرابه چون وقتی ما بدرفتاری میکنیم وقتی ما بی انصافیمون رو نشون میدیم این نشون میده که چرا قلب ما کثیفه چون کلام خدا میگه که هر چیزی که میخوری شما رو ناپاک نمیکنه بلکه آنچه که از درون و از قلب شما بیرون میاد شما رو ناپاک میکنه نشون میده که در شما چی نهفته هستش وقتی با یکی دوستی میکنی و بهش نزدیک میشی باش هم صحبت میشی اون وقتی که میدونی میشنوی و بینی وای این اونی نیست که من فکر کردم این خیلی فرق میکنه یا این چه چی چیزهایی درش نهفته است یا خوب یا بد وقتی باهاش زندگی میکنی میگن که اگه میخوای کسی بشناسی باش مسافرتی برو تو مسافرت وقتی باش صحبت میکنی میبینی که چه شخصی هستش چه چیزی در قلبش نهفته هستش و اینجا ایسای مسیح میدونه ایسای مسیح او عارف القلوبه دانای مطلق هستش خدا هستش کسی که ما رو بهتر از خودمون میشناسه برای همین داوود در مزمور وقتی گناه میکنه و گناهش رو اعتراف میکنه داوود میگه من خودم رو هنوز نشناختم چطور تونستم همچین گناهی رو بکنم بعد داوود به خدا میگه دل مرا تفتیش کن یعنی تو بگر تو که دانا هستی تو که خدا هستی بیا تو دل منو بگر ببین باز ناپاکی هست که باز من باید از اون ناپاکی توبه کنم و دیگر گناه نکنم واقعا این دعا رو بکنید اگه قلبتون سنگی هستش دعا کنید بگید که خداوند و تو بیا دل گوشتین رو به من بده و نه فقط دل گوشتین بده بلکه احکام تو شریعت تو گفته ها تو میگه قوانین تو روی قلب من بنویس تا من بتونم با دقت با دقت بتونم این احکام تو را دستورات تو را به جا بیارم انجام بدم عمل کنم و این جوشن نیکیه که ما باید اون را بتن کنیم این جلیقه است که یکی از زره ماست ما چون اگه اینو بتن نکنیم این جوشن عدالت را ما بتن نکنیم تیر میخوریم این نیرنگ های شیطان این نیزه هایی که به طرف ما پرتاب میشه به ما اصابت میکنه و ما رو حلاک میکنه ما در این دنیا خواهیم مرد شاید نه جسمن بمیریم بلکه روحن میمیریم اون رابطه با خدا قطع میشه وقتی ما گناه میکنیم آدم و هوا گناه کردن آدم و هوا اجازه دادند که وقتی شیطان اونها را وسوسه کرد و نااطاعتی کردن و جدا شدن از خدا اون مرگ روحانی اتفاق افتاد و میبینیم که حالا که به مسیح ایمان آوردیم از نظر روحانی زنده شدیم حالا باید جوشن عدالت را بتن کنیم باید عادل زندگی کنیم در نیکی مطلق در پاکی، در تقدس و این نیرنگ های شیطان، این تیرهایی که شیطان به طرف ما پرتاب میکنه با این جوشن عدالت اونها رو پس میزنیم ما نمیشیم که به ما اصابت کنه و به قلب ما صدمه بزنه و بذار اینو بهتون بگم عزیزان سعی نکنیم با کارهای انسانی خودمون رو عادل نشون بدیم این میشه جز ریاکاری چیز دیگه ای نیست از خودمون ما هیچ عدالتی نداریم برای همین باید بپوشیم زره کامل خدا رو باید بپوشیم آیا شما با لباس سربازی به دنیا آمدید؟ هیچ سربازی آیا با اون لباس به دنیا آمده؟ نه وقتی به سربازی میره به جنگ میره این لباس و اندازه تنش اندازش میگیرن و به او میدن مخصوص اون شخصه به قول انگلیسی میگن custom made یعنی مخصوص شخص درست میکنن و اینجا این عدالت از خود خداست عدالت خدا رو ما به تن میکنیم ما خودمون هیچ عدالت هیچ نیکویی یا نداریم این مال خداست تقدس خداست و در فیلیپیان باب سه آیه 19 میگه و در وی یافت شوم نه با عدالت خود که از شریعت چون شریعت عدالت نمیاره نیکی نمیاره فقط به ما میگه که این چیز نیکه و این چیز بده این عادلانه است منصفانه است این یکی نیست فقط به ما اطلاع میده شریعت و این اطلاع ما رو محکوم میکنه ولی اینجا میگه که ما با عدالت خود که از شریعت از خو... ما هیچی نداریم نه بلکه با آنکه به وسیله ایمان مسیح میشود یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است یعنی توسط ایمان ما عدالت خدا را بر تن می کنیم ایمان س... اون سپر ماست حالا در برنامه های بعد راجع به ایمان صحبت می کنیم ولی با ایمان باید زره کامل خدا را بپوشیم و این عدالت از ما نیست از خود خداست چون که حالا دلیلش هم میگه دوم قرنتیان پنج بیست و یک میگه زیرا او را که گناه نشناخت عیسی مسیح گناهکار نبود هیچ گناهی نشناخت هیچ کار اشتباهی نکرد ولی او را مصلوب کردند، او را تنبیه کردن به جای ما میگه او را که گناه نشناخت در راه ما گناه شد او را گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم تا ما در عیسی مسیح عدالت خدا شویم پس خدا وقتی از آسمان به ما نگاه میکنه منو یک شخص گناهکار و بیرحم بینه که نسبت به هم خودم بی اتناه هستم بی تفاوت هستم کسی رو محبت نمی کنم بلکه وقتی ایسای مسیح خونش رو بر من میریزه خدای پدر این را میبینه میگه که این بیرحمی این زن گرفته شده این بیمحبتی و این گناهانش توسط خون ایسای مسیح شسته شده و حالا عادل شمارده شده حالا ما قوت داریم حالا ما در مسید با ایمان میتونیم عادل شمارده بشیم و در رومیان یک هیفته میگه در انجیل مسیح در آن ادالت که همان انجیل مسیح در آن ادالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد کرد که با ایمان وقتی ایمان میاریم به عیسی مسیح وقتی ایمان میاریم به کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام میده <تصفح> وقتی ایمان میاریم به کار صلیب میبینیم که خدا دعاهای ما را هم میشنوه میبینیم که خدا دعاهای ما را جواب میده چون ما الان از خودمون هیچ عدالتی نداریم اون جوشن عدالت رو به تن کردیم و داریم با عدالت عیسی مسیح زندگی میکنیم با نیکویی با قدوسیت با انصاف داریم زندگی میکنیم و این عدالت از خداست و با این جوشن عدالت ما در عمل قوت بسیار داریم اینجا عمل و مطرح میکنه آه، این آه، خیلی زیباست یعنی میگه که فقط ما این عدالت رو که میپوشیم فقط نمیخوایم خودمون رو وانمود کنیم که حالا من مرد پاکی هستم زن پاکی هستم عادل هستم چون داور عادل منو عادل شمرده اینجا داره میگه در عمل زیست میکنه مرد عادل زن عادل در عمل و میگه که دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار داره این عمل کلمه عمل یعنی انجام کار عدالت یعنی اینکه ما به عدالت زیست میکنیم یعنی زندگی میکنیم این جوشن عدالت رو متا پنج میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهد شد خوشا به حال شما که دنبال رحمت هستید دنبال نیکویی هستید دنبال نیکویی کردن هستید خوش به حال شما چون شما سیر خواهید شد خدا شما رو برکت میده خدا بر شما رحم میکنه و شما رو از هر بدی و از هر حمله شیطان خدا شما رو نجات میده چون خدا محبت است خدا محبت است و عاشق شماست از هر فرصتی میخواد استفاده کنه تا شما رو محبت بکنه و شما رو برکت بده و میگه خوش به حال زحمت کشان اونایی که زحمت میکشن برای عدالت زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوش به حال شما که شاید براتون سخته به کسی رحم کنید برای من سخت بود که یک خانومی و که واقعا جایی نداشت اجازه دادم چند ماه خونه من زندگی کنه با بچه های کوچیکم سالها پیش خب سخت بود یک شخص دیگه از یک فرهنگ دیگه خانواده دیگه برای من سخت بود ولی زحمت کشیدم او را سعی کردم محبت کنم منصفانه نیکویی کردم براش تا تونستم کمکش کردم و بعد کمکش کردم جایی رو پیدا کنه خوش به حال زحمت کشان برای عدالت زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خدا میخواد که ما عدالت او را بشناسیم بفهمیم این عدالت خدا فرق میکنه اصلا تو انسان تو این دنیا پیدا نمیشه منصر به فرد خداست یعنی عدالت خداست هیچ انسانی از خودش چی نداره آن را به تنگ کنیم و بتونیم نسبت به دیگران عادلانه رفتار کنیم عزیز من اگه این برنامه رو داریم میبینیم دعای من اینه که زره کامل خدا را به تن کنید زره کامل خدا را بپوشید و برای او زندگی کنید در هر مرحله از زندگیمون من همونطور که در برنامه های قبل گفتم ما جسم و جان و روح هستیم و این روح ماست که باید قوی بشه روزه یکی از وسایلیه که یکی از راهایی که با روزه میتونیم جسممون رو ضعیف کنیم و روحمون رو قوی کنیم امیال جسمانی رو از خودمون دور کنیم نفس رو از خودمون دور کنیم و روحمون رو قوی کنیم زره کامل خدا را به تن کنیم راستی جوشن عدالت را و برای خدا زندگی کنیم دوست عزیز اگر این دعا رو با من بکنید بگید خداوند و من رو کمک کن تا تو عدالت من بشی و من عادل زندگی کنم اگه این دعا رو با من کردی با ما تماس بگیرید تا ما از شهادت شما برکت بگیریم شما رو به خدای بزرگ خدای عادل خدای مهربون میسپارم تا برنامه دیگه از مجله زن خدا نگهدارتون Thank you